سلام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به مجموعه خبری فارسی 5:30 از نور خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. نگرانی فعالان مدنی پکتیکا از افزایش دامنه ناامنی در شاهراه پکتیکا غزنی. فعالان مدنی حکومت مرکزی را به کم توجهی در کار تامین امنیت شاهراه پکتیکا غزنی متهم می کنند. تأکید اعضای مجلس نمایندگان بر تجهیز نظامیان کشور. شماری از اعضای مجلس میگویند که در بیش از 1.5 دهه پسین آنگونه که انتظار میرفت نظامیان کشور تجهیز نشدند. و جنایت جنگی خوانده شدن حمله مرگبار بر کاروان حامل شهروندان سوریه در ادلب از سوی سازمان ملل. امروز چهارشنبه 30 حمل سال 1396 خورشیدی که برابر می شود با 19 ماه اپریل سال 2017 میلادی. من وسیم احمد علی هستم. شماری از فعالان مدنی ولایت پکتیکا از ناامنی های مسیر شاهراه های پکتیکا غزنی و غزنی کابل نگرانی می کنند. فعالان مدنی می گویند که گروه طالبان در مسیر این شاهراه ها مسافران را بازرسی می کنند. فعالان مدنی همچنان حکومت مرکزی را به کم توجهی در راستای تامین امنیت شاهراه ها متهم می کنند. در این حال رئیس شورای ولایتی پکتیکا از حکومت مرکزی می خواهد که به امنیت این ولایت توجه کند. از سوی هم شماره از اعضای مجلس نمایندگان نیز از افزایش دامنه ناامنی ها در مسیر این شاهراه ها نگرانی می کنند. وثیق الله عظیمی در این زمینه گزارش تهیه کرده است. ناامنی ها در بخش های از کشور سبب شده است که گروه های مخالف مسلح دولت در مسیر کلانشهرها دست به بازرسی مسافران بزنند. فعالان مدنی ولایت پکتیکا تای همایش در کابل از ناامنی های مسیر شاهراه های پکتیکا غزنی و کابل غزنی نگرانی می کنند. فعالان مدنی میگویند که افراد وابسته به گروه طالبان در این مسیر مسافران را بازرسی میکنند. آنان حکومت مرکزی را به بی‌پروایی در راستای تامین امنیت مسیر این شاهراها متهم میکنند. در نمی قسم دهی رابطه اگر ما بگویم تقریبا در سال گذشته تا کدام اندازه که ما معلومات داریم بیش از 50 نفر مسیرین ما به شهرت رسیدند. شلاو پدیس د پکتیکا پو ولایت باندې لاری بندی جوانان وزل کیگی کارمندان وزل کیگی اهل کسانی لما بین اولل کیگی. طالبانو اراده سخت کال دی پکتیکا دی پارا خطرناک ښکاري که مرکزی دولت دی ته متوجه نشي دوی به پکتیکا له لاسه ورکړي او دی پکتیکا له لاسه ورکېدل به دی مرکزی دولت دی پارا ډیره ستونزمنه خبره وي چې به یې بیرته لاسه راوړي. ترمن رئیس شورای ولایتي پکتیکا با نگرانی از افزایش دامنه ناامنی در مسیر شاهراهای این ولایت از حکومت مرکزی خواست که در راستای تامین امنیت این ولایت به وجه شاهراهای ولایت پکتیکا توجه کند. مو غوښتنه د مرکزی حکومت نه داده چې د پکتیکا ولایت ته خاصه توجه وکړي، ځکه چې پکتیکا ولایت یو سرحدي ولایت دی، مشکلات ډیر لري، لارم ټول خامه دي، سرکونه هم خامه دي، د بیار غوونه کار نه دی شوی. هلته موږ درې ولسوالۍ څلور ولسوالۍ چې تاسو هلته وینئ د پکتیکا وازه خواهوړ ممی تروې. از سوی هم شماری اعضای مجلس نمایندگان حکومت را متهم می کنند که در راستای تامین امنیت شاهراهای کشور کم توجهی می کند. دی غزنی و پکتیکا په لویه لاره کې رئیس صاحب دی اندلو په ولسوالۍ کې ډیره کمه سیمه ده چې دغه هر وخت مخالفین وسلوال کسان ولاړ وي او د پکتیکا ته هیڅ حکومت پلوی څوک تلای نشي بېله قطاره یا بېله هلیکپتره نشي تلای. فعالان مدنی ولایت پکتیکا همچنان از حضور افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالۍ برمل این ولایت نگرانی می کنند. میدیند که اگر جلوی فعالیت افراد این گروه گرفته نشود ولسوالی های دیگر این ولایت ناامن خواهد شد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان تجهیز نظامیان با سلاح‌های سنگین را در کار تامین امنیت کشور مهم می‌دانند. اعضای مجلس با تاکید بر تقویت بیشتر نظامیان کشور می‌گویند که در بیش از 1.5 دهه پسین آنگونه که انتظار می‌رفت نظامیان کشور از سوی جامعه جهانی و در رأس آمریکا تجهیز نشدند. شکرالله عادل گزارش می‌دهد. همواره از تجهیز نشدن نظامیان کشور با سلاح‌های سنگین و جنگ‌افزارهای پیشرفته به ویژه در میدان‌های نبرد انتقاد شده است.
اکنون شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که در بیش از 1.5 دهه پسین جامعه جهانی و در رأس آمریکا به گونه جدی نظامیان کشور را تجهیز نکردند. تمام تجهیزات سنگین خود اینا بردن منتقل کردن از رای پاکستان، تسلیم پاکستانیا کردند و با نیروهای امنیتی افغانستان تحویل ندادند و از جمله هنگرهایی که فرزند اینا ساخته بودند کلی از اونا را تخریب کردن و به عنوان یک آشیانه لانه ویرانه تحویل مردم افغانستان دادن. پس به این اساس است که در یک کلام میتونیم جمع‌بندی بکنیم که واقعا آمریکایی‌ها و اعضای پیمان ناتو و قول قرارهایی که نسبت به حکومت و نظام افغانستان داشتن اینا دروغ گفتن و عمل نکردن. اعضای مجلس تجهیز نظامیان در کار تأمین امنیت کشور را مهم می‌دانند و از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که در راستای تمویل و تجهیز نظامیان کشور توجه بیشتر کنند. یکی از مسائلی که ما در جبهات جنگ آنچنان دستاورد نداریم اما عدم تجهیزات و درست نیروهای امنیتی ماست در مقابل دشمن. امیدوار هستم که حداقل حکومت وحدت ملی بتواند بیشترین کمک‌ها و تجهیزات و اسلحه مورد ضرورت را از کشورهای کمک کننده و متحدین ما به دست بیارند و در اختیار ارگان‌های امنیتی ما قرار بدن تا زمانی ما بتوانیم یک دستاورد خوب در جبهات جنگی داشته باشیم. متاسفانه او تجهیز و تمویلی که برای اردو در خطوط مقدم جبهه در نظر گرفته شده تا به خطوط مقدم جبهه میرسند و خیلی کاهش پیدا میکنه، یک چیزی بسیار ناچیزی با مو کسایی که واقعا عملا در میدان جنگ است میرسه که از این ناحیه اگر توجهی درستی نشون فکر میکنیم اثرات بدی را نسبت به روحیه از مو سربازا و افسرای ما در خط مقدم جبهه تا کنون نداشته است. این در حالی است که شماری از آگاهان نظامی تجهیز نظامیان با سلاح و جنگ افزارهای پیشرفته را در کار پیکار با تروریستان مهم میدانند و بر تقویت بیشتر نظامیان تاکید میکنند. مسئولان امنیتی در ولایت بغلان میگویند که شماره از اعضای برجسته گروه طالبان به شمول والی نامنهاد این گروه در نتیجه عملیات شب گذشته نیروهای ارتش ملی کشته شدند. احمد جاوید سلیم سخنگوی فرماندهی نیروهای ویژه ارتش میگوید که نیروهای ارتش ملی دیشب عملیات را در ساحه جوینه و شهر پلخمری راه اندازی کردند و در نتیجه این عملیات مولوی لعل والی نامنهاد گروه طالبان به شمول چند تن از اعضای برجسته این گروه کشته شدند. با گفته آقای سلیم در این عملیات حاجی شیرعلم، قاری جانباز، قاری شهاب الدین، قاری اسماعیل که از اعضای رهبری گروه طالبان در ولایت بغلان بودند نیز کشته شدند. با گفته وی عملیات نیروهای ارتش زمانی در این ساحه راه اندازی شد که اعضای رهبری گروه طالبان در ساحه جوینه و شهر پلخمری برای برنامه ریزی یک عملیات گرد هم آمده بودند. فرمانده پلیس ولسوالی شینکای ولایت زابل و یک سرباز پلیس دیشب به شهادت رسیدند. میرویس نورزی فرمانده پلیس ولایت زابل میگوید که افراد وابسته به گروه طالبان حوالی ساعت 11 دیشب بر یک پاسگاه پلیس حمله کردند و زمانی که سیف الله هوتکی فرمانده پلیس ولسوالی شینکای میخواست به هدف عقب زدن این حمله به ساحه برود، تانک حاملش با ماین کارگزاری شده طالبان برخورد و با یک سرباز دیگر به شهادت رسیدند. یه فرمانده پلیس ولایت زابل پس از انفجار ماین درگیری میان نظامیان کشور و افراد وابسته به گروه طالبان شدت گرفت و 4 سرباز پلیس در این درگیری زخم برداشتند. مسئولان ولایت بادغیس میگویند که در پی حمله افراد وابسته به گروه طالبان 6 مامور پلیس محلی در ولسوالی قادس این ولایت به شهادت رسیدند. ظاهر بهان سخنگوی والی بادغیس میگوید که دیروز یک موتور پلیس محلی در مسیر ولسوالی قادس قلعه نو آماج حمله راکتی طالبان قرار گرفت و در نتیجه 6 مامور پلیس محلی به شهادت رسیدند. اتاق تجارت بین المللی افغانستان رسیدن به اهداف جهانی توسعه پایدار را گام مثبت در راستای توسعه تجارت در کشور می داند. مسئولان اتاق تجارت بین المللی افغانستان با تأکید بر نقش سکتور خصوصی در رسیدن به اهداف جهانی توسعه پایدار از حکومت می خواهند که زمینه را برای حضور سکتور خصوصی در این روند فراهم کند. در این حال وزارت اقتصاد نقش سکتور خصوصی را در این روند مهم عنوان می کند. در گزارش از امرالله احمدی می‌بینیم. با
اتاق تجارت بین المللی افغانستان ابراز امیدواری میکند که با عملی شدن اهداف جهانی توسعه پایدار تجارت در کشور رونق گیرد. مسئولان این اداره رسیدن به اهداف جهانی توسعه پایدار را گام مثبت در راستای توسعه تجارت در کشور میدانند و میگویند که باید حکومت زمینه‌های سرمایه‌گذاری را برای تاجران در کشور فراهم کند. آنان از حکومت میخواهند که قانون سرمایه‌گذاری را با معیارهای جهانی برابر کند. فراهم ساختن محیط سالم و مسئول تجارت و سرمایه‌گذاری که همانا امنیت، حکومتداری خوب و پاسخگو و همچنان طرح و تطبیق قوانین مؤثر و مدرن، سیستم حقوقی منظم و رژیم گمرکی و مالی مؤثر که از جمله محیط سالم و مسئول تجارت است. در همین حال وزارت اقتصاد اهداف جهانی توسعه پایدار را در رشد اقتصادی کشور مهم میخواند و به مشارکت سکتور خصوصی در این برنامه تاکید میکند. بالکل برنامه را ساختیم که با سکتور خصوصی ما در کنار هم کار میکنیم و ای بعد از اینکه سند تکمیل شد از سطح امو سکتورهایی را که من خدمتتان مطرح کردم که بیرون برآمد، باز به نظرخواهی برای سکتور خصوصی ما داده میشه و یک سمپوزیوم یا یک برنامه کلانتری گرفته میشه که همه جامعه سکتور خصوصی ما از بخشای مختلفی که شامل همین 17 هدف میشه باشند، نظریاتی از اونها هم گرفته میشه و بعد از این سند نهایی میشه. برنامه جهانی توسعه پایدار 17 هدف دارد و در 8 سکتور کار خواهد کرد. محور اصلی این برنامه زدودن فقر، گرسنگی، کیفیت آموزش، تساوی جنسیتی و رشد اقتصادی در کشور است. و این هم مهمترین رویدادهای خبری جهان. سازمان ملل متحد حمله مرگبار به یک کاروان حامل ساکنان دو روستا در ادلب سوریه را جنایت جنگی خوانده است. روپرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه با محکوم کردن این حمله آن را به احتمال زیاد جنایت جنگی عنوان کرده است. و ای گفته است سازمان ملل تا اکنون نتوانسته عامل این انفجار را که در آن بیش از 100 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند مشخص کند. از سوی هم شورای امنیت سازمان ملل نیز سه‌شنبه این حمله را یک اقدام وحشیانه و بزدلانه خوانده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. این در حال است که بر اساس توافق دولت سوریه با مخالفان قرار است 16,000 شهروند از برخی مناطق محاصره شده در غرب حلب و ریف دمشق تخلیه شوند. مقام‌های عراقی می‌گویند برای اسکان سیل آوارگان که از ترس گروه تروریستی داعش از غرب موصل فرار می‌کنند به اردوگاه‌های بیشتر نیاز دارند. جبار حسوله، یکی از مقام‌های عراق، مواد غذایی و خدمات بهداشتی فراهم شده را برای آوارگان کافی دانسته، اما گفته است آنچه که بیشتر نیاز دارند اردوگاه‌ها برای اسکان این آوارگان است. بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود 500,000 غیر نظامی از زمان آغاز عملیات آزادسازی موصل از دست گروه تروریستی داعش از این منطقه فرار کردند. در این حال سازمان ملل درباره احتمال وخامت وضعیت غیر نظامیان در غرب موصل هشدار داده است. هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل برای عراق گفته است با توجه به شمار زیاد غیر نظامیان تحت محاصره و محروم بودن آنان از آب و غذا، ممکن است بدترین فاجعه انسانی در راه باشد. سازمان ملل میگوید وضعیت بیش از 1,000 زندانی فلسطینی را که به درخواست یک از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند را به گونه جدی دنبال میکند. 1,500 زندانی فلسطینی در این اقدام اعتراضی شرکت کردند که این رقم به سابقه گفته شده است. این اعتصاب غذا روز دوشنبه آغاز شد و هدف از آن وادار کردن مقام های زندان های رژیم اسرائیل به تامین شرایط بهتر زندانیان است. سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه گفته است آنان این تحولات را و دقت دنبال می کنند و خواستار برخورد انسانی با این زندانیان هستند. در این حال فلسطینیان برای حمایت از زندانیان در کرانه اشغال شده باختری تظاهرات کردند. در این تظاهرات و درگیری با نیروهای رژیم اسرائیل نیز منجر شده است.
ماهیگیران لیبیایی اجساد 28 پناهجو را در نزدیکی ساحل لیبیا از آب کشیدند. وزارت امور داخلی لیبیا اعلام کرده است که به نظر می رسد این قربانیان بر اثر تشنگی و گرسنگی در پی سانحه قایق حامل آنان تلف شده باشند. مقام های لیبیا اما درباره تابعیت قربانیان چیزی نگفتند. بر اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت از آغاز سال جدید میلادی تا اکنون دست کم 900 پناهجو حین تلاش برای عبور از دریای مدیترانه از بین رفتند و یا ناپدید شدند. سازمان ملل متحد چندی پیش سال 2016 را مرگبارترین سال برای پناهجویان جهان اعلام کرد. همچنان دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان گفته بود احتمال جان باختن پناهجویان در مسیر لیبیا به ایتالیا نسبت به مسیر ترکیه به یونان 10 برابر بیشتر است. ریال و اتلتیکو مادرید به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا را یافتند. در آغاز دور برگشت مرحله 1/4 نهایی این مسابقات دیشب در ورزشگاه برنابئو ریال مادرید 4-2 بایرن مونیخ را شکست داد و در مجموع 2 بازی با برتری 6-3 هفتمین صعود خود را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان جشن گرفت. در دیگر بازی دیشب لستر سیتی در ورزشگاه کینگ پاور میزبان اتلتیکو مادرید بود که این مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما با توجه به پیروزی 1-0 اتلتیک در دیدار رفت این تیم به جمع 4 تیم برتر راه یافت. این مرحله از رقابت‌ها امشب پیگیری می‌شود که طبق برنامه بارسلونا در حال در نیوکام میزبان یوونتوس است که در بازی رفت 3-0 بازنده شد. موناکو هم که در بازی رفت 3-2 دورتموند را شکست داده است، امشب در ورزشگاه لویی دوم پذیرای حریف آلمانی است. مجموعه خبری فارسی 5:30 همین قدر بود که تقدیمتون گردید. از حضورتان تا این دم سپاسگزارم. وقت خوش داشته باشید. خدا نگهدار.